وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در نامه‌ای به رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی با لحنی تحکم آمیز ازش خواسته که هر چه زودتر فکری برای صلح در افغانستان بکنه بلینکن نوشته که آمریکا قصد داره از سازمان ملل بخواد نشستی با حضور کشورهای منطقه ایران، پاکستان، هند، روسیه و چین برای رسیدن به صلح در افغانستان تشکیل بده و رهبران افغانستان هم باید به توافق نظر برسند. بلینکن در این نامه تاکید کرده که هشدارهای او جدی و فوریه اما رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش شورای ملی این کشور گفت که هر کسی میتونه خواب و خیالهاش رو در کاغذی بنویسه و به عنوان راه حل ارائه کنه همکارم هارون نجفی زده اینجا در استودیو با ما هارون متنش بسیار تند هست به یاد ندارم نامه این چنینی به رئیس جمهوری افغانستان مقامات آمریکایی فرستاده باشند چرا اینقدر ادبیات تندی استفاده شده برای اینکه آقای غنی در ماه‌های گذشته که مذاکرات بین آمریکا و افغانستان جریان داشت پیام های آمریکا را بسیار بر راحتی نمیپذیرفت در سفر قبلی زلمه خلیلزاد به کابل آقای غنی اصلا حاضر نشد که زلمه خلیلزاد را ببینه خلیلزاد با آقای اتمر و آقای محب وزیر خارجه و مشاربت ملی مجبور شد دیدار کنه و در نتیجه برای اینکه دولت آمریکا پیام خود را به سراحت بیان کنه و افغانستان وزیر خارجه مجبور شد این نامه را بنویسه امروز هم ابرولا ساله معاون اول آقای غنی گفت که حاضر نیست مثل امام حسین یک دستور آمرانه را بپذیره و به اون نمیگه ولی واقعیت امر این است که دولت افغانستان آقای ساله آقای غنی هم معاون امام حسین رهبران بی بیعت شدند و در یک دشت کربلا ماندند برای اینکه در این های گذشته رئیس جمهور غنی رابطش با رهبران قومی، رهبران سیاسی، احزاب، جامعه مدنی، جوانان تا یک حد زیاد اقوام قطع کرده بود و فکر میکرد با پشتیبانی آمریکا میتونه به اداره امور مملکت ادامه بده و حالا آمریکا در واقع پشت آقای غنی را خالی کرده و تصمیمش رو گرفت. اینجا رو دیوار بعضی از تندترین حرفهای آقای بلینکن به رئیس جمهوری افغانستان رو داریم میبینیم. آیا میشه برداشت کرد که شاید دارن پیامی میدن که آقای اشرف خانی اصلا باید کنارگیری کنه بسیار سریع هست پیام آمریکا و آن این که دوره آقای غنی تمام شده حالا اگر افغانستان یک دولت قدرتمند یک دولتی که بر اساس آرای میلیونی به میان آمده باشه و حمایت احزاب جریان اقشار مختلف را با خود داره و از نظر مالی به خود متکی باشه شاید می توانست در مقابل پیام تهدید آمیز اونطور که برای میگن تحقیر آمیزه آمریکا بیسته ولی واقعیت های عینی افغانستان این است که آقای غنی نه توانش را داره و نه اون اجماع ملی و سیاسی را داره و نه هم آمریکا این حوصله را داره که به اصطلاح بازی سطحی با آقای غنی کنه ممنونم از سهارون نجفی زاده همکارم اینجا در استودیو با ما